از غلام حسین جلوانی، خبرنگار و فعال رسانه‌ای از واشنگتن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای جلوانی سلام و عرض ادب. آقای جلوانی، به نظر شما تا چه حد فشارهای سازمان‌های حقوق بشری در تغییر رفتار دولت هند به ویژه در مورد مسلمانان موثره؟ بفرمایید. با سلام و درود، در هر دو بخش نظری و تکنولوژی به برودکاستینگ و ارتباطات و مخابرات اعتقاد عمیق داشتم و دوشم و در هر دو هم کار کردم در هر دو زمین. اینطوری میتونم به عرض برسونم که این چند بخش میتونه داشته باشه. اول ما باید این بخش ها را تفکیک بکنیم و اصلی و فرعی بکنیم. ما اینجا در این رابطه چهار تا عنصر اصلی رو میبینیم. یکی فعالین حقوق بشره که مؤسسات و مراکزی دارن، یکی حکومت هایی که ما میخوام به ما پارسکو باشن، و یکی هم ما کسایی که باید برن و ببینیم که به طور مستقیم اونهایی که تحت ستم قرار گرفتن، این ستمی که بوده به طور تاریخی بوده و نوسانات داشت. الان در زمان آقای مودی اینطور که اخبار میرسه و در گذشتن بوده به مسلمان ها فشارهای زیاد اومده و ایشون مثل اینکه فقط خودشون به اون دین خودشون که میدونین هندو هستن میخوان ارجحیت بدن و یه حالتی از حکومت دینی دارن اجرا میکنن تا اونجایی که میتونن. البته به خاطر تبلیغاتی که وجود داره الان دنیای آزاد اطلاعات هر کاری دلشون بخواد نمیتونن بکنن، ولی بالاخره یه کارهایی یه قوانینی رو میگذارن، یه فشارهایی میارن و به طور ولی این به طور مستقیم و غیر مستقیم به کل جامعه بشری و به جامعه هند و حتی به منطقه اثر خواهد گذاشت و ما مسئولیت داریم که این مسئله رو دنبال بکنیم. برای همین ما باید یه شناخت دقیق کارشناسانه داشته باشیم از وقایع که واقعا بدونیم با استدلال و با مدرک باشه، از شرایط هر منطقه ای که اتفاقاتی که میفته، چون که میدونیم زور و سرنیزه و اعمال تجاوز به حقوق انسانی این بالقوه در انسان وجود داره و جاهای مختلف هم اتفاق میفته و این الان گزارش هایی شده، یعنی به مسائل زیادی بوده. ما باید اول مردم اون منطقه تو اونجا که میتونیم باشون ارتباط داشته باشیم، ارتباط ها خیلی مهم، بعد آگاهی و اطلاعات و اینکه اینها بتونن به طوری فردی و اجتماعی با هم دیگه در تماس باشن، تماس ایجاد کنیم بین اینها و بین جوامع مؤسسات و مراکزی که فعال حقوق بشری هستن، مثل همین سازمان عفو بین الملل و غیره، تا بتونن بازرسی هایی داشته باشن و امکاناتی اینا رو در نظر بررسی کنن، ببینن اگر اینها امکانات لوجستیکی احتیاج دارن و اینها تو اونجا که میتونه رفع بشه این کمبود. البته باید توان دولت هند را باید ببینیم که هند کشور خیلی بزرگیه، آیا اینها واقعا اون چیزایی که اختصاص میدن، اون بودجه‌ای که اختصاص میدن، چون مسئله بیشتر اینش اقتصادیه و اعتقادی. خب یه مقدار اعتقاد چه که باید اینا یه ادعاهای سکولاریسم حکومتی میکنن، این باید اینا نشون بدن. حالا ما باید بهشون با استدلال جاهایی که نقد میشه اینها باید مجامع بین المللی اینا بزرگ نمایی بکنن، ولی ناتوانی های حکومت هند هم که با اداره اون جامعه فقیر اون هم باید در نظر بگیریم و واقعا باید یک نگاه کارشناس داشته باشیم و روش کار بشه ملازم کنیم. و یک مسئله دیگه هم این هست که ما نباید فقط بگیم مسلمان، باید تمام عقاید اگه میخوان که کسایی دیگه هم که هستن تحت فشار بودن اونا ما رو سپورت بکنن، اونا ما رو حمایت میکنن، بدون تمام عقاید. برای همین که برای اینکه اینها فقط اومدن الان هندی ها رو گذاشتن در برابر این جریان، ما باید بگیم مسیحیان هم نمیدونم، اگه یهودی هست، بله، اگه زرتشتی هست، اگه هر کسی از اونجا واقعا مورد تضییع قرار گرفته، باید این
حقوقش باید مورد سوال قرار بگیره که آیا حکومت با قوانینش رو با اینها ادب کرده و اساسا اینها رو اجرا میکنه یا نه. اگه که من نمیدونم وقتی من تموم نشده من بازم بله تشکر میکنم از شما آقای جلوانی، ممنونم از همراهیتون. با تشکر از غلام حسین جلوانی خبرنگار و فعال رسانه‌ای از واشنگتن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.